سلام و سلام، شب بخیر. سلام و عادی، ما گوشی رو به قول برای گوشی خودمون رو خاموش روشن کردیم. همین که روشن کردیم تلفن اومد دیگه، تلفن جواب دادیم، ببخشید دیگه. آقا ما هستیم، در خدمتتون هستیم. سلام آقا، خوش اومدی. نه به پرس پرس بله، پیج میزنن دیگه، میزنن، مجبوریم با یه پیج دیگه بیاییم. علیکم السلام آقا بهرامی، آقا یاشار، پرس پولیس، آقا امجد، اهلن و سهلن، آقا بهرامی گل، گالری عزیز، آقا مسعود عزیز، فقط با هنی مشکل داره. آقا رستمی، یا الله، سلام، خوش اومدی آقا. هنی کنه جینم، بانو داودی بزرگی بار، ببخشید من دیر اومدم. من گوشی رو خاموش روشن کردم چون دوستانو میوردم بالا، تصویرش رو نهشتم، قطع میشد. و دیگه پشمندش هم تلفن اومد دیگه، مجبور بودیم آقا جواب بدیم بعد بیام خدمتتون. آموین عزیز، سالار عرب، درود خدا بر شما بان داودی عزیز، خیلی خوش اومدیم. پرویز عزیز، سلام از ماست آقا، خوش گلدم. سه جا یه فیلم وسط دارم، کجا باید به دست به شماره واتساپ هم داداش پیام بده داشت. زیر یه دقیقه است، میتونی تو دایرکت بفرستی ببینم. سربلندی مالک شای عزیز دلم، یا خالف سجاد میگه چطوری، خوش کله ایران، خوش تیپ آقا رسول. آمو این کوچیکت هم داداش، خالو احمد خوش اومدی آقا. اشغانی هنی کنه جیون سیدم، بازم که پیج رو زدن. بله آقا، اینا میگم که اینا جنگی اینیستان دیگه، چیکارشون کنیم آقا؟ اینا میخوان ما پرچم سفید رو برداریم بالا، بگیم آقا دیگه هنی جیون، دیگه بهت نمیگیم هنی کنه جیون، اصل بنا جیگر تل جیون، تو سلطان آواوران ایرانی، تو مواد شیشه پخش میکنی، آشپزخونه مواد مخدر داری. میخوام بگیم آقا ما دیگه اینا رو نگیم، اون موقع دیگه با ما کاری ندارم، پیزای ما رو نمیزنم. آج احمد، من چون واقعا عاشقتم، من نمیتونم، ممنونم داداش. عاشق چیه منی داداش؟ من 54 سال، 55 سالمه. هنی مخبر شیشه فروشه. بله آقا امید، تازه دیروز اون یکی رو برگردوندن، امروز صبح برگردوندن. آقا رو سمی چشه چال منی، بچه من الله خوب هم، بچه های سیزا آبان همه عشق منی. اینا با نام سید آیپوش مشکل دارن، وحشت دارن از سید آیپوش. والا میان این ور میگن آقا تو پیری، تو مجازی، تو هیچی نیستی، این ور دم به ساعت پیجای ما رو میزنن. آقا امید داشتم، تهدیدمون میکنن، میزنیمت، میکشیمت، خرابت میکنیم، از پشت با خنجر میزنیمت، فیلمتو میگیریم، فیلم کتک زدنتو، خراب کردنتو پخش میکنیم،
خب بابا اگه من پیرم و خرفتم و به قول خودتون مجازی هم هیچی بارم نیست، دیگه این تهدیدا چیه؟ میگه سید بعضی وقتا میبینی ها پس خود دیسپل کن پیج بلد نیستم. به خدا آقا من دو به خدا اینجا مثلا وقتی صحبت میکنم میگم آقا به پیجای من میخندم، میگه آقا چرا باید این کارا رو بکنن؟ میگه میشه آدم بیاد مثلا بیاد هکر بیاد؟ آقا من چی آقا چه خبر؟ میگم آقا فقط به خدا تو ایران از این داستانا داریم ما. اینجا این همه مردم آقا، میلیاردها آدم به غیر از ایران پیج دارن، نه کسی دنبال هکره و نه کسی دنبال ریپورت کردن پیج فلانه، و هرکی پیج داره برای خودش داره حرف میزنه، گزارش حال خودش و احوالش و خودش و خانوادهش و دوستاش و یا اجتماعش میده. میگه پیر کجا بود؟ هرکی میگه خودش پیره، 2 روز دیگه میمیره، دود از کنده بزرگ میشه. ممنونم آقا موین، عزیز دل من این نداده 4 تا فینال آسیا میسوزن فدا شد. داشت وعیدم خیلی تهدید کردم، بعدم نتونستن چیزیشم بخورن والا. درست آقا داداش، ولی خب داداش فعلا پاشنه در رو پاشنه نامردا داره میچرخه دیگه داداش، فعلا نامردا دست از به زورشون زیاده داداش. خدا وکیلی، اللهم عجل لولينا الفرج بالعافية والنصر، وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومصارعين إليه ومستشهدين بين يديه، بجاه محمد وآل محمد. آقا بیا دیگه، آقا بیا دیگه، پاشنه نامردا داره میچرخه در، یعنی نامردا زورشون بیشتره. دور از جون شما خوبه. اگه زیر 1 دقیقه است میاد تو دایرکتم داداش، اگه بیشتر از 1 دقیقه است باز به شماره واتساپم بفرستی. والله الان همه جا میبینی دیگه، تو دعای فرج میگه ملأ البحر والارض، همه جا دیگه به قول معروف دیگه فسق و فجور، دیگه تو دریا و زمین و آسمان داره فسق و فجور و فحشا و گناه و همه جا پر شده دیگه. آقا دیگه کی میخوای بیای؟ ممنونم از دعای خوبتون. آفرید عشق منی آتشی. ولا حول ولا قوة الله بالله العلي العظيم. آجا احمد قلب منی، یه شما هم معرفت داری، هم ادب، هم سواد، هم رخ شیخ، رخ لاتی برازنده تواسه. ممنونم آج احمد، فدات بشم. میگه سید نکنه قاری قرآنی، خدا این نعمت بده که بتونیم قرآن بخونیم. سلام نادر بابا، خوش اومدی. تدبر بهش بکنیم، فقط خانشش مهم نیست، تدبر، فکر کردن. نمازم میخونیم داداشم. سجاد چی نوشته؟ قربونت برم نادر بابا، خدا حفظت کنه آقا. آقا صبر فداد بشم داداش. آقا آتشی عزیز، حاج احمد آقا، بچه های خوزستان،
آقا غلام سلام از ماست داداش. آقا سید شهاب فدات بشم داداشی. آقا رسول جانم داداش، من با کسی مشکل ندارم، هر کی دنبال من فقط باهانی مشکل دارم، اونم به خاطر سلامتی ملت عزیزمونه، اونی که با ما خودش میاد به ما بی‌ادبی میکنه، بی حرمتی میکنه، دنبال فالو میگرده. ما با کسی مشکل نداریم. شما دیدین ما یه روز اسم کسی غیر از هانی رو بیاریم؟ من اینکه دیگه به قول معروف کلی کلی اومده به ما بی‌ادبی کرده، ما یه روز یا دو روز ما وقت براش گذاشتیم، اونم به سند و مدرک. آقا اسم کسی رو نیارید. اینا عشق فالو دارن و عشق دنبال داستانای دیگه میگردن. آقا مشتبه خوش شما دیالله. من 3 ساله 4 ساله فهم میگیم مشکل با هانی کنا دارید. هیچ که من بی ادبی مستقیم نشین. آقا شما دیدی من بی ادبی بکنم به کسی؟ من اینکه خودش اومده به من بی ادبی بکنه. آهامی عزیز میگه سید انرژیت پایین، احساس میکنم دو تا جون بگی حالشو جیون حالی کنم. حالی رو بل کنم، خدا زده تو سرش. خدا به واسطه ما، خدا وسیله قرار میده که بزنه تو سرش. ما هم وسیله ایم. خالو ساسان شما تکیده هاش مای عزیز مایی. آقا علی رضا پرس آقا فرید چه شفنی داداش، انتظار عزیز. یا هله یا هله. آقا همی چه شفنی داداش، قلب منی، پرچم بچه های شمال بال بالاست. آقا فراد، آقا مشتبه، آقا احمد، آقا احسان داداش بحث یاد میکنی یا خال نیما. سلام آقا، سلام آقا، خوش اومدی. آقا علی رضا حبیبتی وجودت. حواسم هست، فکر نکن من حواسم هست. من از یارو دو کلمه می نویسم می دونم کجا رو در نظر گرفته. خالو نیما خیلی خوش اومدی داداشم. آقا یاشار خیلی خوش اومدی. آقا علی رضا فدات بشم. سلام آقا. داداش اس نبری قربونتون برم، فداتون بشم. امید جان هستی؟ صابر عزیز، آقا مشتبه، عشق منی علی، آقا آقا ایرانی، آقا پی نه احمدی علی که آقا پازوکی داشتم. یا الله بچه ملای خوبم، خوش اومدی. سید یه سوال، من میخوام زبان عربی یاد بگیرم با لهجه چه حرکتی بسن؟ تا اون ژاپنی رو یاد گرفتی برای هم جدمون بسته داد. آقا سید ممنون که استوریا رو فداد بشم، زنده باشی. آقا من گفتم دیگه باید صحبت کردم، گفتم من هکی با من مشکل داره، نهایت زیاد سکوت میکنم، خیلی سکوت میکنم، نهایتش یه روز براش وقت میذارم، با سند و مدرک دیگه صحبتی نمیکنم، چون من فقط یه دشمن بیشتر جلو چشم نیست، اونم هانی کناست. هر کی اومده به ما بی ادبی کرده خودش کرده، ما بهش بی ادبی نکردیم. آقا مسعود قلب منی آقا،
آقا احمدی گل، سلطان آقا علی ابن موسی رضاست. خدا امید داداش هستی؟ انشالله که همه برادری بکنن، مهربونی بکنن، دوستی بکنن. به قول بعضی ها دشمنی عاقبت نداره، چاقوکشی و فلان عاقبت نداره. هم ایلام بودیم، هم ملکه‌ای بودیم داشت، همه زه هستیم. سید آیپوش همه زه هست. زنده باشی داداش آناده بابای گل. عزیزین عزیزین، همه تون عزیزین، تاج سر منی. زد کاکاو بخونیم حالمون جا بیار، انرژیمون پایین شده با قول پرسپولیس. یه چهار تا جون بگیم با هنی کنا. جون هنی کنا چایی هم پشت بنداز، این هم چایی. آقا بخارشو میبینیم فردا نگیم مشروبه. عشق من این I love you so much. یه استخونام باز شد. خالو سامان لوره غلامت هم نادر بابا، خدا رحمت بکنه دختر گلتو، روح شاد یادش گرامی. آبیشو میزنیم. چش چال منی داداش، سانی کام بیبی، سانی سلام کن، سلام کن، سلام کن نازی. آخ آخ آخ، خستگی آدم در میره خدا وکیلی با این ایوون. جان سلام کن سانی جان، جان جان سانی سلام کن به فالوورا. ای جان نی جان بگو جون هنی کن اصل منو جگر تل جون. سلام برو. یه بابا مسئول زورش از بابا احمدی نژاد بیشتره. بله آقا رو دختر نادر بابای عزیز شاد، رو همه اسیران خاک شاد. آقا عباسی خوش اومدی آقا. آمیلاد عزیز خوش اومدی.
دوست داره میچرخه. میگه اینجا شرجیه در جهنمیم، خدا کمک بکنه به ملت ما تو خوزستان تو اون گرما. آقا سلم خوش اومدی داداش. سید استادی هم شد کامنتا جون، میزنن به کوری چشم کیسه کشا حالا قهرمان. آقا شد درگیری استقلالی ها و پرسپولیسی ها، آقا درگیر بشیم با هانیکان ها. یه جدت نگهدارت باشه، مواظب خودتون باشین، خانوادن پایدار، همچنین آقا همچنین شما خانواده محترمتون. آقا سعید میگه یه جون بگو چیون هانی کنا. آقا کیر بیاریم بالا بریم تمام بکنیم، انشالله که مشکل برطرف شده باشه. هر کی رو بردیم بالا. آقا شد ترخته. آقا عبال عزیز فرار کرد رفت، فرار کرد. سعی برادرم تا که ایران تشریف داشتی بس تا چه سالی داشت اینجا نمیشه گفت داشت. هانی جون سانی کام بیبی. این میتونیم نادر بابا رو بیاریم بالا، انشالله که تصویرش رو داشته باشیم. هر کی رو آوردیم بالا تو این دو روزه تصویر نداشت. یا الله سلام علیکم. سلام علیک میکرم آسه جان، خوبی؟ خاک خودم برات شد ولی که خود دارم تصویر تو. خوبی؟ سلامت انشالله. نادر بابا یا بله بله الان هستش. بابا بزنیم به تخت. آبا به احترامت بلند شدم داداش، خاک پاتم فدات شدم مکرم آقایی فدات شدم. قربونت برم سید جون، نکرت هم دختر گل تو خانوم تو. قربونت دلمون انقدر تنگ شده بود، دلمون انقدر تنگ شده بود بیایم تو لایو بیایم بالا، گفتیم بالاخره این برام بر نگه اون نگه فلان نگه، یه همه حرفا ریختیم بیرون تمام شد. با شما هم صحبت کردم، شما هم بزرگی کردی آقای میزم صحبت کرد، همین که برداشتی بزرگی تو نشون دادی. همیشه بزرگ بودی و هستی. حالا اونایی که اومدن گفتن که نادر نمیدونم چی گفته فلان گفته بیسار گفته، بلش کن روسیه واسه زغال میمونه. ما همیشه دوست داشتیم. سلام سلام آقای جد، آقای مشتبا، آقای یاشار خاک پاتن، آقا فراد بزرگ مرد ایران. نه تنها شما، همه برای من عزیزن. از اون اول یه حرف زدم پاشم وایستدم. 80 میلیون ایرانی تا سر منن الا هانی. نوکرتونم خواهی پاتونم بچه ما جز خوبی. کسیم بیعدبی نکردم، هرکی خودش اومده از طرف خودش من بیعدبی کرد. من استارت بیعدبی با هیچ بنی بشری نزدم. قربونه تو خواهی پاتونم نوکرتونم خوبه. آقا مشتبا چیزی فرستاد دارد بالاخره از این موکلا چیزی فرستاد؟ نه بابا گفتم یه لایو هم میده 4-5 صبح انقدرم پیام میده میگم نرم ناراحت میشه میرم هم شروع میکنه به کس شعر گفتم. با جنا با اجنه و ملائکه به لایو میذاره. شما 4 بار این همه میگه جن موکل دارم، گفتم آقا یه جن ماده واسه ما درست کن که پیدا کن پولش هم میدیم. خدا دست
یه راحت باش، ساده باشیم. پاک باطن. سلام، سلام داداش، پاک سلام باطن. علیکم، عزیز بزرگوارم، این خوش اسمش اومدید رو آقای نمیدونم آقا چیه، بشر داداش رحمان، آقا سینای گل، آقا یاشار آسمی گل، همه تو خوش اومدید. داداش محمد عزیز، بچه های عزیز نوکه همه داره خودش میره هم داره از هم میخواد. بخوره، کف کرده مشتبه. لامصب، حالا من یه چیزی بگم بخند. برگشت به من گفت ناره سنگ چند سانته، گفتم والا رفتم همه چیزی دیگه میپرسن چند سانته، این میگه سنگ چند سانته. گفتم والا رفتم سونوگرافی، سونوگرافی گفته یه 4 میلو، یه 6 میلو، یه 7 میله. بعد رفتم از این عکس هست که میکنم تو قبر چیه میگیرم، میچرخه، اسم خوبی داره، تو تونل میذارم، فهمیدم کدومی چیز می، خدای منم الان تو تونل میذارم میچرخه، اینجوری میدونم. عکس میگیره. بله تو فکر اون چند سانته میگه، همه سوال میپرسن مال شما چند سانته، این میگه سنگ چند سانته. آره رفتیم اونجا عکس گرفتیم، گفت آقا این یارو سونوگرافیه کسشه میگه فلان، ببخشید داره زن و بچه تو گروه، میگه این 3 سانت سنگ داری تو فلان. گفتم آقا بچه سونوگرافی اینجوری نوشته فلان. آقا هیچ، رفتیم اتاق عمل، اتاق عمل اونجا عکس گرفت، رفتیم زیر تیغ جراحی، گفت آقا 7 سانته. حالا گفتم آقا کلیه من قوه مثبت همه تو در دیوار زدن، کلیه میخریم فلان، من با سنگاش همینجوری مجانی میرم به یکی، فقط یه طول اول او بده کلیه رو کلا بکن بره. بعد جناب وکیل گفت من درست میکنم، خب من درست میکنم، خیالت راحت باشه، لازم نیست بدید. آقا 4-5 روز مونده که بریم عمل کنیم دیگه. سلام باش منصور، خاک پاتم، قربونت برم، خدا داشت مشتبه رو بیامرزه، بچه زنجان رو رفته بود میشه. آقا هیچ، ما خلاصه خوابیدیم به هوای این که این درست کنه دیگه. ما آقا اعتقاد بلا 20 سال اینا، گفتم من اعتقاد به تو دارم، به جن ندارم، ولی اعتقاد به تو دارم. آقا یه شب دیدیم چه دردی گرفت ما رو شدید، فلان 20 سال آخرسه رفتیم عمل کردیم و اومدیم. گفتم اون موقع 3 میل 4 میل بود دولام هست، من به تو گفتم اون جن موحد 7 سانت از سنگ رودای من در آوردن این بیمارستان، به قرآن دستا گذاشته بودم پیروز رفتم اون دستکارم در آوردم از کلی ها. خدا شکر، خدا نابودش کنه، خدا رحمت کنه. من کرد تواصل، آقا خوشحال دوستان شدیم همه تو دیدیم. خوش اومدید، چشکال منید، قلب منید، همه تو خوش اومدید، آشیای گلم، بانوان بابا عزیز به خدا زحمت، اینقدر ای خلاصه بس نگید یعنی پرس، آقا کاری اینقدر ای نگید پرس پولیس نمید. 7 سانت سنگ، آره به قرآن 7 سانت سنگ، عکسش هم گذاشتم تو استوری به حضرت عباس، این جن موکل کاری کرد با من دیدم، من دیدم آقا، دیدم آقا، خالص وسط عمل به هوش اومدم، وسط عمل دیگه به جدت، وسط عمل به هوش اومدم دیدم یه میله عجب. کردن بغلمون، یه میله کردن جلوم، آقا جیغ داد فلان، قیچی پرت کردم طرف دکتر، گفتم یه سیگار رو من بدید بکشی، گفت بابا اینجا اتاق عمل تو باید بیش. زیر تیغ اول زهرای دنبال سیگار میکردی. آره حساب کن حالا میله تو هن، آقا دیدم افر افر. محمد قاسم میگه خوندی، ببخشید محمد جان تیر خوندم داداش، نه نیدم سیگار خواسته دست پم. آقا قاتل اشتاش وحید مرادی پخش شده قاسم، خدا لعنتشون کنه جفتشونو. آقا دیدم 6-7 نفر ریختن رو آقا سید، نبود یکی پامو یکی دستامو یکی گردن، یعنی هنوزم که هنوز اینجا گردن، چون اگه بلند میشدم زیاد این میلات کلی هم بود دیگه، الان سمت چپ نمیتونم بخوام، تو اتاق عمل باش اومدم این میله رفته زیر دنده و نمیدونم کجا هم سوراخ کرده. حالا حالا باید بیافتیم دنبالو، فقط از همینجا میگم جن و موکل مشتاق و خدا لعنتت کنه با اون جن و موکل و نمیدونم فلان دیدی
سیخ و منقل و سنجاق و شیره میگه خالص. میگه عوض سنگا رو دو برابر کردم. سید جان خوشحال شدم الان دیدم. بهتری خدا رو شکر. آره، الان بهترم. فقط بعد برم این تعالم هم بعد عمل کنم از دست این جن موبکه، تعالم هم سخمی شده. ببین هم موقعی که با مشتبه آشنا شدی آقا برات یه گفتم. چیزی من به شما نصیحت، الان 50 نفر تو گروه هست، خدا وکیلی کار داشتی دست یه سپور بدید دست این علکی نرید ببین دست الان این جن گوشام سود موبکه داره نه. میکشه، جنو الان اینجا گوشام داره سود، گوش چپم داره سود میده. مجتمع بی خیال بابا. نکرم باشم هم سو خواهش کنم. آقا نفرس داره، من دارم میشتمه بشون. نکرم داداشم نکسن تو که انگلیس آقا داشتم رضا. بیچاره شدم آره بابا، بگو هر چی خیلی به این خوش بگی، بودم بچه‌ها. یعنی اگه میخوای نابود بشی خیلی به این با تو بگو، انگلیس خوش اگه بودم. میخوای نابود بشی به این بگو، بگو مثلا گربه هم یه ذره چاق شه فردا ببین یاد میگه سوتی رو مجتبی برزن میگه کم الا سید بخند داداش، غیر از خنده دشمن میخواد ما رو میخنده بگرده دیگه که ما چیه. باید بخندیم داداش. نرفت شمال داشت ناده. نه داداش نرفتم، آرزو نه خیلی بلیت خوشحال گرفتم، باشه بلیت گرفتم ولی نرفتم داداش، قرار بود برم شمال، بلیت هواپیما هم با گرفتم ولی مجتبی میگه قربون عواز جم. آره داداش، داداش حسین خوش اومدی، آقا مجتبی نکرم. خوش سلام اومدی، داداش آقا حسین، رضا خوش خاک اومدی، پاتم. هم آقا دادگاه حسین، خوبه آقا داداش. حسین هم یه راهکاری به ما داد، حالا بگم همین حسین ریش یه راهکاری به ما داد، گفت آقا آب بذار بجوشه با جو این کفشو گفت برده. حالا ما نمیدونستیم چی گفته که آقا رفتیم نیم کیلو جو گرفتیم، حالا وقتتون رو میگیرم، نیم کیلو خب جو گرفتیم وایسادیم، این گفت تو کفشو برداری، حالا یه من قاشق قاشق کف برمی داشتیم آقا حساب کن دوش دو بعد از ظهر گذاشتیم تا 5 صبح اینقدر تونستیم آب جو در بیاریم از تو جویی که جوشیده بود. بعد خب فرداش گفت لامصب، من اینجوری نگفتم که فلان بیسه، گفتم بابا این لامصب شده هسته ای اینقدر صفر شد، این چه صفر آقا ما اینو خوردیم با آب جوش قاطی کردیم. آقا سید چش دوز بعد نبینه فکم وا نمیستاد، ای خدا. اینقدر لیست شده بود دندونا رو میذاشته اومد میمدم حرف بزنم میپره بیرون. بعد گفت خوب شدی بهتر شدی فلان، گفتم بابا خوب شدی چی از پای توالت نمیتونم بیام میبرم بیرون روی گرفتم این چی بود. من گفت من چغنده رو یادم میاد، چغنده رو میگن آب دو جان چغنده رو میرن. چیه؟ آب آره بابا چغنده به برای خدا کولر هر خالص. رای فقط بعد راهی که دکترا میگن همونو بریم بهتره، این آب ماما فایده نداره. تا یه هفته فکرم وا نمیستاد سرجش به خاطر این آبجویی که خورده بودم. آخه داداش خاک پاتم آوردی بالا کوچیک منو، طرفداراتم دستتم عزیزم، دوستم، خیلی خوشحال شدم. بابت همه زحمتهایی که واسه من کشیدی تو مرسی، این 3-4 ساله فلان. متعدد بشم حالا ما انجام یه وظیفه جای کردم، کوتاهی کاری کردیم کردم. فلان کردیم سر لایو ایوب که بودید با هم اومدیم یه جر و بحث شد و فلان شد، ولی هیچ موقع خوبیات از جلو چشم نمیره. متعدد بشم داداش، من انجام هیچ وظیفه موقع کردم، شما هم دعاش شمایی بس باقی. خاک پات خدا ان حافظ، شاءالله خدا که همیشه حافظ زنده نور باشی دخترت دست همیشه بگیر هم و شاد بکنه. همین مرسی، جوری مشی و سر حال فدات همیشه بشم، بمونی، به احترام تو. یا نور چشمی خاک و پاتم یا فدای یا همتون یا بشم. عشق یا من یا شرف یا خدا یا خدا داش حسین عزیز خوش اومدی، حاج عباس جهانی عزیز دلمنی، آقا محمد، آقا یاشار، میگه وزارت اطلاعات هانیکونا رو با 10 کیلو واجبی گرفته. جیون هانیکون عشق من. سلام آقا قاسم، سلام آقا همه تو خوش اومدید، عشق من این داره. تقبل الله اعمالكم واعمالنا، حفظكم الله وحفظنا، عشق بنين.
والا خدا وکیلی هانی کلا رو داشتیم چیکار میکردیم؟ به کی میخندیم؟ آقای آشار عزیز، آقا عشق منی، آقا حسین عزیز، آقا بی ادبی نکنید، اسم کسی نیارین، فدات میشم. اینجا این لایو سید آبی پوش فقط مختص نازمردی هانی کونا و باندای مواد مخدر و شیشه است. حالا لابلاش به قول معروف با هم میگیم، میخندیم، شوخی میکنیم، ولی هدف اصلی ما نابودی هانی کونا و تیم مفعولش. آقا عبدالعزیز، تا بدونین اینا دستشون تو یه کاسه است. وقتی ما جار میزنیم میگیم آقا اینو هانی کنا داشت وحید مرادی رو که از زیر خاک نامردی، تا باورتون بشه. آقا عبدالعزیز عشق منین، همه تون عشق منین، خدا ازشون نگذره داداش، خدا ازشون نگذره. بالاخره اینا باید یه روز بایستن جلو قانون جواب بدن. این قانون دنیا نشد، قانون خدا که هست، که اونو چجوری میخوای فرار بکنی از دستش؟ حرامزاده ترین آدم دنیا هانی کنده است. آقا حسین درست، آقا آقا یاشار با عشق، هانی استخونی نهش بود داشت، هی میرفت طرف ترمینال جنوب. من همین دنیا مسلما، همین دنیا تواصل میرم دنیای دیگه. سید شما باور میکنی که هانی وحید مرادی رو کشته؟ بله یقین دارم. آقا محمد داداشم، عشق منی داداش، یعنی به وسیل داره سید باید عملش کنه جون. خب سلام به همتون، عشق منید. شدیدن مفعول حک هانی رو تایید میکنه، حکی میخواد باشه، حتی رئیس جمهور ایران باشه. بله مال سالونه رادیاتوره. داداش اینجا سرما، اینجا با سرما اینا فرق میکنه عزیز دلم. ما همین الان که وسط تابستونی وقتی هوا ابری میشه اینجا سرد میشه. آموشتباه
آقا مشتاق عزیز دل من، شما هم عشقین، همه تون عشقین داداش. هانی لپای خورش عالیه. عشق من یاز من من فراز بشم بچه های بندرانزلی سید ما چند اجاره همین خونه. اینجا خونه گرونه داداش، اینجا خونه گرونه. جواب نمیدی آرام دیگه. هانی امین فرزان وحید. آقا من نفهم چه میگه. آرام میگه هرکی هرچی میگه برای خودش میگه. آقا محمد خبری ندارم داداش، خیلی وقت اون داداش هانی با یه درجه از کم بودن به اوبی بودن رسیده، با یه درجه ارتقا. چیون هانی کنم از سهل بونو توجه نکن احمد، به صحبتاشون توجه نکن داداشی. بندرانزلی عشقه. میخوام بلاپوشینی کنن. هانی دافه. هانی هم داغه هم دافه. چیو سلام سید. سلام یا الله فکریم سید کوچیکی. خوبی آج من مکرم سید. چه خبر؟ چه میگی؟ ببخشید من اینجوری یه ذره اوراق اشکال نره، همینجوری هم قشنگه. فکریم یه دونه هانی کنا مثل هانی کنا اینجا بود. جون هانی کنا. جون هانی کنا. از سهل بگو. جیگر دلت جون. کوچی که دماغ سه. حالا هوای رشت چطوره داداش؟ حالا رشت که کلا خوبه. رشت خوبه. دیگه کلا کرونا کنترل شد. آره تنها شهری که از همه بدتر رشت بود روزای اول. آخه ما رعایت کردیم آقا سید. من خودم دقیقا 45 روز خدا شاهد تا دم سوپرمارکت نرفتم. ایوالله. الان رشت اصلا کلن چی میگن هشدارم نیست. پاکه 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 پاک. خدا رو شکر، خدا رو زحمت شد، خدا رو زحمت شد. چه خبر؟ کل ایران، کل دنیا، نه فقط ایران، کل دنیا از این معضل خلاص بشن. به مولا میبینم یکم طولکی اینقدر ناراحت میشم. هیچ وقت ایشالله هیچ وقت تو لک نباشی، همیشه بخندی. عشق من شما هم همینطور. عشق آسید به مولا هدف فقط هانی کنه. با غم شما غمگی میشیم، با خودش بکنم خدا لعنت کنه هانی کنه رو. بنده خدا پرسپولیس همش میگه آقا استقلال نیازی به کری نداره، ما 4 سال قهرمانیم، اونا برای سلامتی ورزش میکنن. میگم استقلال فقط برای سلامتی ورزش میکنه. هانی کنا جون لیدر استقلال دیگه. هانی جون هانی کنا چقدر کمرت بهتر آسیه؟ والا خیلی بهتر شد. آره یه مقدار خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. اینا یه مقدار عصبیش، گفتم من اشتباه کردم یه مقدار گرفت، بعد اومدم با این ماساژوره ماساژش دادم عصبی کردم، اون منطقه رو عصبی کردم. تحریکش کردی دیگه. آره به خاطر اون طولانی شد یه مقدار. یه روز نهایت همینجوری پیاده روی کنی خوبه، مثلا کم فشار نیاری، پیاده روی کنی. والا الان پیاده روی الان 2-3 روز انجام ندادم حقیقتش. ایشالله همیشه حقیقتش. سلامت باشی. قربونت برم، فدات باشم. چه خبر آسید؟ همه چی خوب شکر خدا الحمدلله. امروز دوباره به من گفتی بچه بندرانزلی، بچه رشتی ماست. بچه رشت. آقا منظرت بود. آقا پیری، پیر شدیم دیگه. من نمیگم پیری. یه دونه یاسه. انزلی رو هم دوست داریم ولی کلا رشت داستانش با همه جا فرق میکنه. دیگه داداش فرق میکنه. یه دونه یاسه، یه دونه. من خاطرات خوبی دارم. رشت اومدم داداش، رشت. ایشالله افتخار بدی یه بار اومدی ایران. ما علیکی تعارف نمیزنیم، هر وقت قدمت رو چش ماست.
چشت بی بالا داداش به خدا یه دونه از آرزو هم اینه سفره داری شما رو بکنه متمدن. از همون اول با کلاس بودین آقای آسه، یه دونه یه رشت بعد اون بحثی گذاشته بودین هنری ادبی یه دونه یه دونه همه نمونه بودن داداش نمونه بود آسه یه یادت یه بحثی گذاشته بودی مثلا چرا مثلا مازندران مثلا دعوای فلان بسا من اون روز تو لایوت قد شد اومدم بدون میدید داستان چی آسه جانم مثلا پژمان نامی الان بریم مثلا اینستاگرام پره مثلا همین چند 20 روزی 20 روز هم نمیشه قهرمان پاولیفتینگ ایران بود با چاقو همین بچه معلم ما زد تو گردنش یه کنتاکی با هم داشتن کشتنش اینجا مثلا دعوا میشه مثلا اونجوری نیست اینستاگرام و فلان و پخش نمیکنن سعی میکنن همینجوری حل کنن شکایتی هم نیستن اینجا مثلا خیلی کم پیش میاد مثلا بیان بگم یهو مثلا دعوا بشه میرن میزنن دیگه نیست مثلا بیان کری بخونن بگن که نمیدونم پس فردا به نمیدونم فلان جا تو فضای مجازی نه اصلا اتفاقا یکی از بچه معلای ما نمیدونم اسمش شنیدی یا نه همین روده هانی کنار ریخته بود دیگه تو میگن که حسن رشدی چند سال پیش بله کلن دعوا چیز خوبی نیست ما هیچ کسی جدایی نداریم خب من کلن دیدگاه استان استان گیلان عزیزمون ها آره حاشیه کمتره اینجا حاشیه کمتره سطح سواد و برخورد اجتماعیشون لولش خیلی بالاتره وقتی زبون هست دیگه آدم مجبور نشه که دعوا نمیگیره ببخشید این حرفو میزنم آسیه تو اروپا وقتی دعوا میکنن به ندرت دعوا میشه بله خب الان مثلا نسلای جدید خیلی خطرناک شدن نسلای جدید قشنگ میکشن آدمو نسلای جدید الان تو اروپا تو انگلیس هر کدوم یه چاقو انقدر گذاشته یا مسلح الان هم اونجوریه یه بچه 16 ساله یه قمه میذاره مثلا تا قبل از این نسلای جدید چون مختلط شدن نسلای جدید شرقی و غربی و به قول معروف آسیایی همه به هم پیچیدن خب یه داستان خاص خودش داره ولی کلا قدیما اروپایی ببخش میونی کلامت آسه ببخش میونی کلامت میونی کلامت ببخش اینجا نوشتن شما مازندرانی نیست ما مگه گفتیم ما رشتیم داداش افتخارم میکنیم بچه گیلانم بچه گیلانم خب بعد زیاد زیاد وقتی مثلا دوتا اروپایی با هم دعوا میکردن وای میسادن روبرو هم دیگه داد بیداد میکردن داد بی... این داد میداد این فش میداد این فلان فلان میده به انگلیسی خب که یا این استا میبند خب این فش میده به هم این فش میده فش بعد خب تقریبا میکنه این میره اونور اون میره اونور ولی وای به روزی که بشه برخورد فیزیکی برخورد درستش هم همینه بشه تو همون اگه مثلا این دعوای مثلا فحاشی لفظی بیاد بیرون میشه برخورد فیزیکی تا پای کشت هم دیگه رو میزنه یعنی یارو افتاده رو زمین همینجوری میزنه از هوش رفته ولش نمیکنه میره پاشنه کفششو میذاره تو حلقه چشش اینجوری فشار میده ان شاء الله هانی کناره این بلا سرش بیاد مرده بیهوشه اینجوریا چه خبر دیگه فدات بشم الحمدلله همه یه دونه آسه یه دونه به مولا یه دونه آسه آقا این پیج تو یه دونه دیگه بزن علل حساب نگه دار دیگه داشت اون یه پیجی که سید آبیش دات یو کی هست اونو برگردوندم امروز 3000 برگرد اونم خب من دارم همه رو دارم معمولا آره من همه رو دارم هم قبلیارم دارم اینم زاپاس بود دیگه اصلا از این استفاده نمی‌کردم آره همش اینو آورد اینو داشت هانی کونا دیگه جنگ مجازیه کلا دیگه همینه دیگه خودت بهش جمالت خدا همت نمیشه واسه یه دونه ان شاء الله همیشه سرپا باشی خوش باشی دوستت دارم یا علی خدا یا علی سلام گیلان ایلام خراسان همه تک تک نور چشای من قلب من عزیزای بزرگوارم همه تو خوش اومدید خب Thank you.
آقا غلام عزیز، آقا آتشی عزیز، پرسپولیس چسبیده امروز به جنگ تیمی. خب دوستای خوبم، اجازه مرخصی میخوام از حضورتون. اگه اجازه بدین از حضورتون مرخص میشم. قلب من این چش من این دوستتون دارم. I love you so much. کاری امری فرمایشی ندارین، در پناه خدا باشین. شبتون شاد.